السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، شب شما بخیر. امیدوار هستم جور صحتمند باشین و مهربانی از قلبتان دور نشده باشد. یک بار دیگر ما و دکتر صاحب نظیف الله میرزاخیل کنار شما قرار داریم. امیدوار هستیم تا آخرین لحظات برنامه ما را بیننده باشید. امشب موضوعی جالبتر از دیگه شبها داریم و اگر امشب بگوییم که مهمتر از بحثای گذشته است و هست، به خاطر که اگر ما هدف نداشته باشیم و هر شب اینجا حاضر نشویم، موضوع ما جالب نباشه. موضوع ما چیزی باشن که ما وقت موضوعاتی که خود ما پشتش هستیم تعیین میکنیم. امشب ما هدف داشتیم که شما به هدفتان برسید. موضوع امشب ما هدف است. امیدوار هستم که شما هم چیزهایی که تا هنوز نشنیدین یادداشت بگیرید، چیزهایی که دارین با ما تماس بگیرید، در صفحه فیسبوک ما در کامنت بگذارین. ما واقعا خوش میشیم که یادداشت های شما رو بخونیم و از داشته های شما نیز مستفید شویم، چون میگه بنی آدم هزای یکدیگرند. پس ما هم از دانش شما میخواهیم بیاموزیم، از داشته هایی که دارین، از تجارب که دارین با ما شریک بسازین. دکتر صاحب خوش آمدین. سلامت باشی. ما هم سلام تقدیم میکنم خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر ما. خدا کنه که جور و تیار و صحتمند باشین، زندگیتان سرشار از خوشی ها باشه و به دور از گزند روزگار باشین. دوستان عزیز، شما میتونین به شماره تماس 730 با ما به تماس شوین. همچنان برنامه ما را از طریق فیسبوک چراغ مدیکل تیوی به صورت زنده تماشا بکنین. منتظر تماس های شما و سوالات و پیشنهاداتان به خاطر بهبود برنامه هستیم. همونطور که همکارم گفتن، بحث امشب ما روی هدف و راه های هدف گذاری. البته مباحث زیادی در مورد هدف شده. ما کوشش میکنیم چیز متفاوت تری را ارائه بکنیم و البته قبل از اینکه بریم به طرف تعریف هدف و هدف گذاری یا راه های هدف گذاری، وقتی که میگیم هدف، حتما در ذهنتان بعضی کلمات قطار میشه، پشت تعریف هدف میگردین یا راه های هدف گذاری میگردین. ولی لازم است در اول موارد تشکیل دهنده هدف روش بحث بکنیم. چه چیز باعث میشه که ما بریم به طرف هدف گذاری یا ما به یاد هدف گذاری بفتیم؟ چرا باید هدف تعیین بکنیم به زندگی خود؟ روی اهمیت از این باز بحث خواهیم کرد. در شروع دو تا کلمه را من فقط میگم، یکی نیاز و یکی هم خواسته. این دو چیز باعث هدف گذاری میشه در زندگی ما. نیاز به چی معنا؟ ما به یک سلسله مواردی که باعث آسایش ما در زندگی میشن، باعث سازی میشن که ما زندگی خود پیش ببریم، یعنی باعث زنده ماندن ما، واضح تر بگوییم باعث زنده ماندن ما میشن. این چیز نیازهای ما است که باعث زنده بودن ما میشن. ولی چیزی که باعث زندگی کردن ما میشن، یعنی باعث بهتر شدن زندگی ما میشن، این خواسته های ما هستند. نیازها برای حیات یا برای زندگی ما ضروری هستند، یعنی بدون از این ما نمیتونیم که دکتر صاحب ببخشید گفتن میگیریم، یک تماس داریم زندگی بکنیم. درست است، تماس میگیریم که برادر ما منتظر نمانن، بیننده عزیز ما میشه خواهر باشن. درست، بله بفرمایید. سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله آقای نجیب الله خوش آمدین از ولایت فرا. میشه که اگر سوال دارین یا اگر شما گفتنی دارید در مورد هدف با ما شریک بسازین، بفرمایید. سوال شما رو درست نگرفتیم. میشه که جایتان تغییر بدین، خوب موقعیت باشه که صدای ما رو کوشش کنین از پشت تلفن بشنوین. درست است برادر محترم، ما گرفتیم سوالتانه. میشه شما از طریق تلویزیون صدای ما را بشنوین، در موردش صحبت میکنیم.
تشکر هستم استاد. سوال دیگه ندارین؟ دکتر صاحب بخیر، تماس شد قطع خب، شد. من سوال شما درست نفهمیدم، گفت کدام راه ها وجود داره برای راه های رسیدن؟ کوتاهتر بر رسیدن به هدف. خب، ای برنامه روی هدف است و هدف گذاری، راه های رسیدن به هدف. دوست عزیز ما را مشوره میتم اگر برنامه ما را تا آخر تعقیب بکنن، در لابلا ما بار بار در مورد راه های رسیدن به هدف، چطور ما زودتر برسیم، چطور اول هدف گذاری بکنیم. اول مهم است که ما هدف گذاری را بکنیم، بعد از او رسیدن به هدف، یعنی چی گونه هدف گذاری بکنیم تا که سریعتر ما به هدف برسیم. حتما تا آخر برنامه ببینین سوال شما از چندین طریق شاید جواب داده شود. یعنی دکتر صاحب، من فکر میکنم که در زندگی همیشه مهم است که انتخاب ما چی هست. بعد از انتخاب میشه که ما همون نیاز و خواستی خود پیگیری کنیم تا به هدف خود برسیم. دقیقا دقیقا، این بستگی به این داره که هدف ما چی است. هدف کوتاه مدت است یا بلند مدت است که ما زودتر میخواییم برسیم یا دیرتر، بستگی به بزرگی و خردی هدف داره. حال در لابلای برنامه ما زیاد در مورد هدف صحبت خواهیم کرد، با ما باشین. گفتیم نیازها و خواسته ها است که باعث هدف گذاری میشن. نیازها عبارت از امو ضرورت های اولی است به خاطر زنده ماندن ما، مثلا غذا، آب، سرپناه، لباس، ای از نیازهای اولیه ما هستند. اما یک هرم نیازمندی است که مثلث یا هرمی که از پایین به طرف بالا می، البته ماسلو ای را اساس گذاری کرده، گفته که نیازهای اولیه ما چی است؟ نیازهای فیزیولوژیک هستند به خاطر زندگی ما، می آب و نوش و نوش آب، غذا و سرپناه و لباس، این نیازهای اولیه ما هستند که رفته رفته باز میریم ما نیاز به امنیت می داشته باشیم، باز نیاز به روابط اجتماعی می داشته باشیم و نیاز به رفتن به طرف آرمان ها و خواسته های بلند ما میشیم. نیازها ضروری هستند به خاطر زندگی کردن ما، زنده ماندن ما البته. و خواسته ها چی هستند؟ خواسته ها باعث بهتر شدن زندگی ما میشن. مثلا اگر ما بگوییم که ما غذا داریم، نان و چای پیدا میشه که بخوریم، ولی اگر ما میگیم که نه، از نان کده چیزی بالاتر، ما یک غذای بهتر ضرورت داریم، مثلا من خوش دارم که کباب بخورم یا پیتزا بخورم، ترجیح میتیم که ایره داشته باشیم، این یک خواسته است، در حالی که نیاز اولی ما اون نان گندم است و چای است، به او شکم سیر میشه. بله. سیر شو میدیم. بله. گفته یک استاد ما یادش بخیر، میگفت اینقدر نان ما خوراک دارم. اینقدر نان خوراک هر انسان است. سه وقت اگر قدر نان پیدا شود آدم زنده میمانه. نمیمانه از گرسنگی. ولی خواسته ما چی است؟ نمیگیم ما باید غذای بهتری داشته باشیم، غذای چربتر به اصطلاح قابلی باشه و کباب باشه و گوسفند بریان باشه و بالاخره انواع و اقسام غذاها را، یعنی خواسته ما است، در حالی که نیاز ما چی است؟ همون یک پارچه نان است. دیگه ای که مثلا سرپناه، ما اگر یک اتاق داریم گذاری ما میشه اونجا از زیر باران بچستیم، هفته و سر ما نمیتابه، در سایه هستیم، این برای ما زیر خیمه میشه که آدم زنده بانه. ولی اگر بخوای زندگی بکنی، یعنی کمی زندگیت بهتر باشه، تو خواسته تو ای است که یک آپارتمان مفشن تر باشه. فرض کنیم ما یک خانه داریم در یک نوابات، در یک منطقه دور از شهر است، اوجه گذاری ما میشه، ولی خواسته ما چی است؟ نمیگیم در یک منطقه لوکس شهر چرا ما یک آپارتمان نداشته باشیم، چرا یک حولی که باغچه داشته باشه و امکانات بیشتر و گاراژ و موتر داشته باشیم و وظیفه لوکس داشته باشیم. خلاصه این چی است؟ این خواسته های ما است. نیازها که است ضرورت هستند برای زنده بودن، خواسته ها که است برای بهتر شدن زندگی و یا زندگی کردن. بنان خواسته ها، بعضی نیازها و خواسته هاست که باعث از این میشن که ما پشت هدف بگردیم، یعنی هدف برای خود تعیین بکنیم. مثلا اگر یک پارچه نان برای ما یافت میشه، ما میگیم نه، غذای بهتری میخوایم بخوریم، هدف تعیین میکنیم که ما پس از مثلا 2 ماه، 3 ماه یا 6 ماه، 1 سال، ما باید اینی غذاها را در دسترخوان خود داشته باشیم، تلاش برازو میکنیم، یک هدف گذاری میکنیم. و یا به خاطر خرید خانه در یک منطقه بهتر شهر یا موتر بهتر لوکس، ما هدف گذاری میکنیم که پس از 6 ماه یا 1 سال یا 5 سال در صورت درآمد خود سنجش کرده و تعیین میکنیم هدف که من صاحب موتر باید شوم، صاحب خانه شوم، یا هدف تحصیلی برای خود تعیین میکنیم
که من پس از 4 سال ما باید فلان دانشگاه را تمام کرده باشم، فلان رشته، فرض کنین من انجینیر برق میشم، من دکتر طب میشم. ما هدف گذاری میکنیم، این چیز ای خواسته ما هست. البته به خاطر زنده ماندن ضرور نیست که ما دکتر شویم، خاطر زنده ماندن ضرور نیست ما انجینیر شویم، ولی به خاطر بهتر شدن زندگی ما میگیم انجینیر شویم که درآمد ما بهتر شه، زیادتر شوه، ما شرکت ساختمانی داشته باشیم، ما وظیفه بهتر داشته باشیم. اما تو هدف شغلی است، اما تو هدف اقتصادی است، هدف اجتماعی است که در اجتماع چه جایگاهی داشته باشیم. ما به اساس خواسته های خود باز هدف گذاری میکنیم که این هدف میتونه کوتاه مدت باشه، میتونه که میان مدت باشه، میتونه بلند مدت باشه. البته اهداف بزرگ هستن زمان طولانی تر نیاز دارن، اهداف کوچک هستن زمان کوتاه تر نیاز دارن. پس نظر به اینکه ما بچه هم، نظر به اینکه زمان، اگر دکتر صاحب زمان کمتر داشته باشیم و هدف ما بزرگتر باشه، سوال برادر ما پیشتر بود، چگونه او را به دست میار؟ شاید این سوال تمام دوستای ما باشه، ما در زمان کم و میخوایم زودتر به هدف خود برسم. یک رای کوتاه بر رسیدن به هدف، یک مشوره، البته در آخر برنامه باید میگفتیم، ولی حالا براتون میگم رای کوتاه رسیدن به هدفی است که شما هدفتان برجسته بسازین، هدفتان تو زنده بسازین، از ذهن خود پرتین بر روی کاغذ، و روی کاغذ هم چی؟ یک کاغذ یا داشت یک کتابچه و دوار دارین دلماری اتو نباشه. هدفتان حتی به بهترین قشنگترین خط شما نوشته بکنین، در دیوار پیش روی خود نصب بکنین. بله، سلام علیکم. بله بفرمایید. بله بله بله، سلام علیکم، خوب هستید؟ علیکم سلام خواهر عزیز، خوش آمدین، شبتان بخیر. شما لطف کنین صدای ما را از طریق تلفن بشنوین، تلویزیونتان خاموش کنین. بله بله، مشنوین؟ آه مشنوین، بفرمایین. بفرمایین سوالتان رو بگویم. چگونه میتونیم برنامه ریزی کنیم تا اینکه بنی هدفهایی که داریم؟ سوالتان گرفتیم، کدام سوال دیگه ندارید؟ سوال دیگه شما ندارین خواهر عزیز، ما سوالتان گرفتیم. درست است، خیلی ممنون از تماستان. میشه صدای ما را از طریق تلویزیون بشنوین؟ دکتر صاحب، امی که شما پیشتر بحث داشتیم ما خودت که میریم در زمان کم ولی به هدفهای بزرگ دست پیدا کنیم، بله. و شما این رو فرمودین که هدفهایتان رو برجسته بسازیم، بله. ای که هدفهای ما رو برجسته بسازیم، منظورتان این بوده که اولویت بتین هدفهایتان، اولویت بتین خواسته هایتان، آرزوهایتان، که پسان میرسیم به اینکه اگر ما آرزو داریم، هدف داریم، فقط یک آرزو باقی میمانه اگر پشتش نگردیم، بله. پس اگر ما اولویت میتیم خواسته های خود، نیازهای خود، البته پیوسته به هم چیزی که دکتر صاحب به شما فرمود جدا جدا گفت که خواسته چی است و نیاز چی است، پس اگر ما خواسته و نیاز با هم یک جای آرزو میکنیم، چون این کسایی که تا نوز دکتر صاحب نمیدانند که این خواسته است، اگر نیاز است، با هم مخلوط است و یکی چگونه ما میتونم زودتر به این برسم، پس ای که ما اولویت میتیم بین ارزش های درونی ما کدامش ارزش زیادتر داره، کدامش بر ما نیروی زیادتر میده، خواست ما چی هست، چی چیز ما را زودتر میرسانه به مو چیزی که ما آرزویش داریم. پس تلاش یکی از راهکارهای اصلی هدف است که دکتر صاحب بعد از برجسته ساختن هدفهایتان، خواسته هایتان بر شما بیان میکنن که، و یک سوال هم خواهر ما داشتن بیشتر ما چگونه میتونیم برنامه ریزی کنیم هدفهای خود، آرزوهای خود، و چگونه تصمیم بگیریم. به جواب خواهر نازنین ما بگیم که برنامه رو تا آخر ببینیم، ما همین راهکارا، هدف گذاری، تمامش ما در جریان برنامه یک رقم پاسخ میتیم، شما تا آخر همراه ما باشین. ما پیشتر گفتیم که هدفتان برجسته بسازیم،
یعنی از حالت ذهنی و خیال پردازی شما بکشین روی کاغذ بردین، حداقل یک قدم در راستای عملی کردن اهداف امی است که شما اهدافتان روی کاغذ بندازید. یعنی جرأت به خرج بدین. بله بله، اگر نه که هر روز هفته ها ماه ها سال ها ما یک چیز در ذهن خود داریم و پشت سر از او فکر میکنیم و فکر میکنیم و هیچ قدم عملی نمیورداریم، این هدف نیست دیگه، این یک آرزو است. آرزویی که بدون برنامه ریزی باشه او هدف نیست. اگر آرزو دارین ولی برش برنامه ریزی هم میکنین، پس اونو هدف است. چرا در تعریف هدف میگیم که عبارت از یک نیاز یا خواسته ای است که همراه با برنامه اجرایی باشه، یعنی برنامه به خاطر رسیدن از او، یعنی با عمل امرو باشه، نه با خیال پردازی فقط در ذهن خود دنبالش بگردیم بگردیم، هیچ قدم عملی نبرداریم. مثل ازی بمونه که ورزشکاری میخواد قهرمان ورزش شوه، فرض کنیم پرورش اندام در نظر بگیریم، یا قهرمان تکواندو یا کونفو یا کریشتی دیگه مبارزات آزاد، در ذهن خود خیال پردازی میکنه که من میخوام به مقام قهرمانی برسم، ما جایگاهی فرض کنیم بازم اومده مبارزه بگیرم یا قهرمانای دیگه ما را و یا قهرمانای جهانی را سرش فکر میکنن. اگر شما یک روز قدمی نوردارین، نرین به باشگاه ورزشی، صبح وقت نخیزین، زحمت نکشین، تمرین نکنین، پشت کار نداشته باشین، از خواب خود کم نکنین، وقت برای ورزش نگذارین، مطمئنن که هیچ وقت شما نمیرسین، هیچ وقت نمیرسین. با ضمانت براتون میگم، شما خودتون شکست خود از اول ضمانت میکنین، ولی اگر برش وقت بگذارین یا کم یا زیاد، خود ازی باعث میشه که شما انگیزه در وجودتون تولید شوه و برین به طرف زمین تمرین و ورزش، و خود انگیزتون دیگه انگیزه با یک موفقیت کوچک به دست آوردین، باعث ازی میشه که به دنبال موفقیت بعدی برین و بالاخره به یک جایگاهی میرسین که حتی شاید بالاتر از قهرمانای فیلی برسین شما. دکتر صاحب، من فکر میکنم که به خود ما می سوال خلق شد، اگر ما به جای بیننده ها می بودم شاید سوال تماس هم رخ میشد پرسان میکردم که کسایی که مشکل تصمیم گیری داره دکتر صاحب چگونه میتونه به هدف برسه؟ یعنی اگر من مشکل تصمیم گیری داشته باشم چطور میتونم که من هدف های خود برجسته بسازم؟ دقیقا، بسیار سوال بجا است. نمیتونم که من جرات ایره ندارم که رو ورق نوشته کنم و نمیتونم ایره من قدم به قدم اولویت بتم، بخاطر که اکثر عزیزان که در قسمت تصمیم گیری مشکل دارن با چند نفر مشوره میکنن، البته نظر هر کس مشوره هر کس فرق میداشته باشه، باز آدم در بنبست میرسه. اگر در قسمت تصمیم گیری آدم مشکل نداشته باشه پس زودتر میتونه، یعنی یکی کاری که ما را از هدف ما بدور نگاه میکنه این است که ما مشکل تصمیم گیری داریم. بله. پس اگر کسایی که مشکل تصمیم گیری دارد، اگرچه روی بحث تصمیم گیری یک شب با وقت بحث مفصل خواهد داشتیم، ولی میشه که اینجا هم جواب بدیم، شاید با دوستا سوال باشن که ما چگونه میتونیم حداقل جرأتی رو بکنیم رو ورق نوشته کنیم، کدامش اول نوشته کنیم، کدامش دوم نوشته کنیم. بیشتر ما یک خیلی اول اجازه بدین که سوالایی که پیشتر از برادر خواهر ما گرفته بودیم بازی سوال شما رو به ادامه جواب میدیم. سیس به خاطر از اینکه اونا منتظر جواب خود هستن، برادر ما پرسیده بودن که چطور ما زودتر به هدف خود برسیم، زودتر به هدف خود چطور برسیم. یکی گفتم که هدفتان برای کاغذ بریزین، برجسته سازی بکنین. از جمله هدف ممکن هزاران خواسته یا صدها خواسته یا دهها خواسته در ذهن خود داشته باشیم. شما لیست بکنین تمامشه، از بین تمام خواسته هایتان پنج تا مهمشه اولویت بندی بکنین. چی چیز برای ما مهم است؟ پنج تاشه به خط درشت نوشته بکنین در دیوار خانه‌تان، هر صبح که از خواب میخیزین پیش رویتان نصب باشه. ببینین این باعث میشه که هر روز شما به یاد از بفتین و هر روز کوشش کنین که یک قدم ولو که قدم بسیار کوچکی باشه. مثال دادم پیشتر، گفتم ورزشکار، اگر میخواین ورزشکار شوین به قهرمانی برسین، روز اول حداقل اگر شما نرفتین به باشگاه تمرین نکردین، شما وقت بخیزین و یا ایست که یکی دو کلپ ورزشی را سیل بکنین، این خودش شما را انگیزه میده. روز دوم بخیزین برین به باشگاه، عملا ورزش نکنین، برین یک ده دقیقه تا چنین تماشا کنین که دیگرها چی کار میکنن، ورزش میکنن. ببینین شما روز سوم برین یک ساعت دو ساعت ورزش نکنین، ده دقیقه ورزش بکنین. روز چهارم 11 دقیقه 12 دقیقه بالاخره، یا هیچ باشگاه نمیرین، مصرف فیس کلاب کار داره، برای این دوش بکنین تا پیش سرک خانه‌تان
در اتاق که هستین در روی اولی خود یا اتاق که هستین حداقل میتونین حرکات ورزشی ها از تلویزیون ها پخش میشه شما تعقیب بکنین. هر روز یک دقیقه ورزش خود اضافه بکنین، تمرینات تنفسی رو بکنین، در جای خواب هستین شما میتونین تمرینات کشی را. امروز صبح یک دکتر صاحب در بامداد خوش امیر آموزش میداد که چطور ما جلوگیری کنیم از درد کمر و مفاصل، پا عرقات بکنیم و چی رقم دراز بکشیم. یعنی دکتر صاحب اگر یعنی راههای زیادی هست برای ازی که ما به هدف خود برسیم. اگر ما مشکل کمر درد داشته باشیم شاید بگوییم مشکل همین تمرینات تنفسی به کمر چی؟ ببین کل امی دردها تمام تمرینات یک پیوسته به هم است. تنها تمرینات تنفسی به کسایی که تکلیف روانی داره نیست یا کسایی که مشکل تنفسی داره. دکتر صاحب ما فکر میکنم میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه با شما خواهیم بود. عزیزان شما سوالاتتان طرح کنین، میتونیم با ما شریک بسازیم. عزیزان دل دوباره خوش آمدین، امیدوار هستم که خسته نشده باشین و طبق میل شما ما پیش رفته باشیم. البته برنامه ما که هست، البته در جریان تمام برنامه ها اعلانات که هست اعلانات مفید هست، شما میتونین که استفاده خوب بکنین و همچنان برنامه ما برتون خسته کننده نشود. دوستای عزیز پیشتر طبق سوال هایی که دو تا از عزیزان ما پرسیدن، یک موضوع را که میخوای برشان یادآور شوم این است که ما همیشه فکر میکنیم که هدف ها یکی هست، خواسته ها یکی است و ما میتونیم شبیه هم به هدف برسیم یا به خواسته خود برسیم. نه، چنین نیست. ما زندگی ما جامعه ما قسمی هست که پر از خم پیچ است. بعضی ها به بلندی یک تپه قرار دارن، بعضی در پایین قرار دارن، بعضی بیخی پایین پایین هستن. اگر ما بخوایم فردی که در پایین است بخوایند به بالا برن هم به چالش است و فردی که به بالاست بیاین به پایین هم به چالش است. پس ببینین چالش ها فرق داره. شاید فردی که از بالا به پایین بیاین او از یک مسیر را بیاین و فردی که از پایین به بالا میرن از مسیر را دیگه برن. به می دلیل ما نمیشه همیشه خواسته های خود، آرزوهای خود و چیزی که ما میخواییم طبق میل ما پیش برن. ما فکر میکنیم باید هم رقم کسی که با ما همکار است باشن یا قسم باشن که زندگی ها مشترک باشن. نه، چنین نیست. ما همیشه وقت این را در نظر داشته باشیم، وقتی که احساسات ما فرق داره، وقتی که غرایز ما فرق داره، وقتی گفته های ما فرق داره، وقتی کردار ما فرق داره، وقتی که ما پشت یک لقمه نان میگردیم، هر یکی از یک طریق، یکی از دریوری میکنه پیدا میکنه، یکی یک پیلوت است، یک وزیر است، یک وکیل است، یکی یک بوتپالش است، هر کدام ما به یک نوع نان پیدا میکنیم. پس مهم هی است که ما چگونه با چالش ها میسازیم، چگونه آن او را یک امو سنگچل که ریگ که بین بوت ماست او را چگونه پس میکنیم و به هدف خود میرسیم. هدفی تنها نیست که ما یک بار شکست خوردیم، دو بار شکست خوردیم بگوییم ما نمیرسیم. درست راههایی که ما میریم شاید به بنبست برسیم، ولی ما فقط چیز در نظر میگیریم که خواست ما هست، آرزوی ما هست. کسی که خواسته داره، کسی خواسته هیچ بر جسته است، کسی که تلاش میکنه هیچ وقت شکست نمیخوره. درست ما همیشه وقت یک جمله داریم، یک کلمه داریم به نام شکست، و این شکست فقط اگر کسی که تلاش میکنه، کسی که آرزو داره، کسی که نهایتا پشتش میدون، کلمه شکست برش یک کلمه هست. مثل از که ما هدف های بزرگ داریم ولی برش تلاش نمی کنیم، بر ما یک آرزو باقی میمونه. پس کسایی که تلاش میکنن تصمیم قاطی دارن، حتما به هدف خود میرسه و امو کلمه شکست برش یک کلمه باشه. مثل از که یک سنگ زیر پاش میاد، یک ریگ در بوتش است مندازه و راحت راحت میدون پشت کار خود. پس من به این باور هستم که ما میتونیم از هر طریقی که باشه به هدف خود برسیم، کسای زود و کسای دیر. باید که اگر ما دیر میرسیم ناامید نباشیم و تلاش خود زیادتر کنیم. و معمولا
کسان دیرتر میرسه که آرزوهای بلندتر داره، راههای بیشتر میسنجد. دقیق کلمه ای که ما میگیم شکست، ای ما را به عقب میکشانه. بیایی که ما وقتی که شکست میخوریم بهترین زمانی هست برای که ما دوباره به خود قدرت بتیم، قوت بتیم، راه بهتر برای رسیدن داشته از باشیم. شکست خود تجربه مثبت شدید. پس شکست تنهایی نیست که ما استاد شویم، شکست ای است که ما را دوباره موقع دادن. راهی که ما رفتیم شاید رای درست نبود، دوباره برگشتیم و روش فکر میکنیم، دوباره حرکت میکنیم. دقیقا همکار عزیز، ما موافق هستم با شما. از شکست خود باید بیاموزیم و بیاییم حالا سر تعریف هدف، که هدف چی است. تعریف متعدد یا تعاریف متعددی در کتاب ها شما پیدا میکنین، در اینترنت پیدا میکنین از هدف. بعضیش پیچیده هستن و مغلق، بعضیش بسیار ساده و غیر کاربردی. ما یک تعریف ساده ولی کاربردی برای شما میتیم. البته ما تعریف های دیگر رد نمی کنیم، بخاطر از اینکه این کلمه است که از دید هر کس یک مفهوم خاص خود، مثل آرامش، مثل شادی و امثال هم، یا کلماتی هستند که بسیار پرتعریف هستند، یا بگویم از دید هر کس تعریف مشخصی داره. ما یک تعریف ساده ولی کاربردی براتون میتیم. هدف گفتیم یک نیاز و یا خواسته ای است که دارای برنامه اجرایی باشد. یعنی چی؟ این اگه مثال یک کشاورز بدیم یا دهقان، ما یک بذره میکاره، ای هدف گذاری هدف داره که ای بذر باید ثمر بده. اگه پشت ازی دیگه نگرده، ای کشت کرد بانشم تو برش هیچ نرسه، مطمئنن که او ثمر نمیده. باید بر از او رسیدگی شوه، دنبالش بگرده، ای مواظبت بکنه از او. وقتی که آب نیاز داره برش آب بده، وقتی که کود نیاز داره برش کود بده. خلاصه مواظب از ای باشه که مثلا اگر حیوانات گاو گوسفند تیر میشه، ای بذرت لگت نکنن، زیر پایمال نشه، از هر طرف مواظب از ای می باشه. ای مواظبت باعث میشه که او بذر میرویه و ثمر میده. حال شما اگر هدف گذاری میکنین، به این معنا که بذر را میکارین. یک مثال خوبی بود. شما از هدفتان باید مواظبت بکنین. در خود هدف گذاری گفته میشه که عبارت از هدف گذاری عبارت از پروسه ای است از انتخاب هدف تا به رسیدن به هدف. ای چی است؟ یعنی تنها انتخابش هدف گذاری نشد. اگر انتخاب کنین بارین پشت نگردین، ای هدف گذاری نیست. گپ استاد یک آرزو باقی میمانه، ولی اگر برنامه ریزی برش بکنین الا رسیدن به هدف، شما راه ها را مشخص بسازین، چالش ها را مشخص بسازین، نکات مثبت، شکست ها، گاهی وقت ممکن است شکست بخورین، دوباره برخیزین، از شکستان درس مثبت بگیرین. این شد پروسه هدف گذاری. حالا گفتیم تعریف های دیگه را ما رد نمی کنیم، ولی تعریف ساده ما چی بود؟ عبارت از نیاز و خواسته ای است که دارای برنامه اجرایی باشد. اگر دارای برنامه اجرایی نباشد، در حد یک آرزو به شما باقی میماند. میایم سر اهمیت هدف. هدف چرا اهمیت داره؟ بعضی وقتا حتی روی از این اهمیت هدف بحثای بسیار زیاد شده. مثلا گفتن که داشتن هدف باعث میشه که ما به زندگی امیدوار باشیم. یعنی او کسی که هدف نداره ناامید است. بیشتر کسایی که هدفمند زندگی میکنن، زندگی پرشور دارن، شاد دارن و متوقف نمیشن، هدف خود دنبال میکنن، وقت به افکار منفی و استرس و فشار روحی پیدا نمیکنن. اینا دنبال هدف خود هستن. اگر یک بار شکست بخورن، دو بار شکست بخورن، رئیس جمهور امریکا سابقش ابراهام لینکن بار بار شکست میخورد انتخابات شورای ولایتی، پارلمانی و بالاخره ریاست جمهوری. بار نمیفهم چهار بار در یک انتخابات شکست میخوره، چهار بار دیگه و بالاخره رئیس جمهور میشه. انشتین 1000 بار تجربه میکند چراغ برق میخواد بسازه، ولی موفق نمیشه. ازش پرسان میکنن، میگن 1001 بار آیا بازم شکست میخوری؟ خنده میکنن، میگه ما شکست نخوردیم. ما شکست نخوردیم. نتیجه کار ما چیز دیگه برآمده. نتیجه که من میخواستم نبوده، نتیجه کار من چیز دیگه برآمده و بالاخره موفق شد تا چراغ برق بسازه، لامپ.
ولی دکتر سم میشه یک موضوع دیگر بیشتر از گپای شما یادم آمد، کسایی که گفتین هدف داره تلاش زیاد میکنن زیاد میچسبه به هدف های خود یا خواسته یا ناخواسته، وقتی که آدم یک هدف تعیین میکنه مسیرش میره با چالش ها مواجه میشه، گاهی چالش هایش آنقدر سنگینه که آدم از زندگی به دور میکنه و گاهی آنقدر لذت بخش است که آدم به شور شوق میرن. من فکر میکنم دکتر صاحب کسایی که زیاد حریص است، زیاد اما تو خواسته های بیش از حد داره، یا کسایی که از وجود خود بالاتر خواسته داره یا هدف خیلی بالایی دارن که بسیار چالش های سنگین باید پشت سر بگذرانه، یا وقتی که به هدف خود میرسه با چالش ها مواجه شود در زندگی، این افراد با زندگی شور شوق با انرژی و با محبت نخواهد داشت، به خاطر که همزمان میگه دو خربوزه همزمان به دست نگی، و یا پدر معمولا میگفت سلام تقدیمش میکنم خدا کنه که جور باشن، میگفت پشت دو خرگوش همزمان نده، به خاطر که نه به او میرسی نه به ای. پس من فکر میکنم هدف ها وقتی که تعیین میشه زندگی، اگر میخوای آرامش و شادی و شور و شوق باشه و محبت باشن، همه گیدارو بر ما جمع باشن، رسیدگی به مسائل داشته باشیم، یاد ما نره که ما یک روز آرزو داشتیم که خانواده داشته باشیم، آرزو داشتیم فرزند داشته باشیم، آرزو داشتیم خواهر برادر ما کنار ما باشن. اینا جمله آرزوهای ما بودن. چنین نشود که ما بخواهیم به یک هدف برسیم که اینا را از دست بدیم. پس اولویت ها که بگیم، اولویت های زندگی ما، چیزهایی که ما داریم، اینا سختترین آرزوی بوده، پرچالشترین آرزوی بوده که ما تا امروز به دست آوردیم. یعنی داشته های خودم فراموش نکنیم، خود دست کم نگیریم، و امروز که اگه دست بالایی داریم کوشش کنیم داشته های ما فراموش نشه، یعنی نیمه پر گلاس ببینیم، نیمه خالیش نبینیم. ما چیزهایی هم داریم، اگر هر کدومتان به خود توجه کنین، چیزهایی داریم که مثبت هستن، یعنی به درد ما میخورن. این چیز ما را از ناامیدی و بدون هدف زندگی کردن در زندگی نجات میده. دوستان عزیز، حرفاز یاد است، میریم به یک میان برنامه کوتاه، با ما باشین، دوباره برمیگردیم. سلام مجدد خدمت کسایی که تازه به ما پیوستن. شما بیننده برنامه تعادل و تکامل به صورت زنده از تلویزیون تیوی چراغ هستین. دوستان عزیز، بحث ما روی هدف است. ما تعریف هدف گفتیم، هدف گذاری را گفتیم. پیش از اینکه ما برم به اهمیت هدف صحبت بکنم، استاد شما گپایتان رو بگوین که گپای ما زیاد است، باز میشه ما ادامه بدم. بسیار خوب، چون ما در قسمت این برنامه، ما قسمت پایانی برنامه هست، شاید به شبهای بعدی هم برنامه ما روی هدف چرخش داشته باشه و نظرات شما رو بگیریم، بحثای زیادتر داشته باشیم. ما میخوایم دو موضوع رو دکتر صاحب یادآور شما، یکی که همین فرصت ها همیشه باز است، در فرصت ها بر روی ما باز است، فرصت ها تمام ناشدنی هست، یعنی هر چقدر که ما اگر پشت هدف خود نگردیم، پشت اما چیزی که از درون ما را می جوشانه، انگیزه ش داریم، قوت ش داریم، انرژی ش داریم، اگر ما پشتش تلاش نکنیم، مثل یک کتاب لای بسته باشه، مثل یک کتابچه باشه که ما را باز نکنیم، ننویسیم، همیشه تو کتابچه ما سفید خواهند ماند. پس کسایی که می خواهند به هدف خود برسند، مهمی است که حرکت کنند. فقط کافی است که یک حرکت کنین. گفته دکتر صاحب بیشتر به شما مثال داد، لای آرزوهای خود را باز کنین، قدم به قدم بپالین. ما همیشه طرفدار درون خود ما هستیم، به خاطر که برنامه ما تعادل و تکامل است، می خواهیم که امو عدالت درونی خود ما پیدا کنیم، ببینیم که از درون ما چه خواسته داریم، برش ارزش قائل شویم. اول ارزش های خود ما یاد ما نره که ما خود ما روزی آرزو داشتیم که شخصی باشیم، حداقل صنف 12 فارغ باشیم، کسی با اگر تازه کسایی را خواهرها برادرها می دیدیم در خانه، آرزو می کردیم کاش که ما مکتب شروع کنم، صنف اول مکتب بودیم، آرزو می کردیم صنف دوسی. یعنی ما کسایی هستیم که امروز، کسایی که فارغ شدین، کسایی که صاحب کار وظیفه هستین، کسایی که صاحب خانه و زندگی هستین، ما امی قدمایی که گذشتاندیم، بلاو که سخت بود، بلاو که آسان بود، ما رسیدیم. این را فراموش نکنید که این برجسته از درون خود ما بود.
یعنی هم به ترتیب که ما اگر رفتیم مکتب، پنتون رفتیم، لسان شدیم، ماستری گرفتیم، دکترا گرفتیم، این آسان کار نبوده که ما کردیم. این بزرگترین یک هدف یک انسان بوده که خواسته به تکامل برسه. از ما باید یک کسی ساخته شود که ما بتانم به دیگران خدمت کنم. تنها خدمت کردن این نیست که ما یا دکتر باشیم، انجینر باشیم، یا حداقل هر کسی که ما میتونیم دست یک کسی بگیریم، ما حداقل کسی باشیم که طبیب خود باشیم، حداقل قدر به تکامل برسیم که خود بالا بگیریم. یعنی امروز اگر ما این فرصت یافتیم در این برنامه که ما خودم میتونم لایی از آرزوهای ما ورق بزنم و این رو بنویسم و برجسته بسازم، روش کار کنم، تلاش کنم، بار بار بنویسم، بار بار شکست بخورم، بار بار به چالش بکشم خود، ولی به این باور باشم، حداقل باور ما به اینجا رسیده باشه که آرزوها، خواسته ها همین قدر که از درون ما تمام نمیشیم، فرصت ها همیشه وقت هست و تمام ناشدنی هست. موضوع دیگه ای که ما همیشه باید رسک کنیم. اگر رسک کنیم معمولا بد نیست دکتر صاحب. فکر میکنم رسک کردن یکی از راه های رسیدن به هدف است. ترس ما را مانی از هر چیز میشه. فکر کنم اگر من ترس داشته باشم نتونم تا یک پنتونم برم، این آرزوی من با آرزوی خود نمیرسم. حداقل اگر من ترس داشته باشم طفل ما به یک کودکستان نبرم که این طفلم چی میشه چی نمیشه، من میمانم از کارهای خودم. پس باید من این رسک بکنم که طفل ما به کودکستان ببرم و خودم برسم به یک برنامه دیگه، خودم برسم به یک دانشگاه، خودم برسم به یک مکتب، حداقل من باید برسم به ورزش کردن. و دیگه که اگر من کار کردن میتونم، اگر کودکستان نیست بخوایم از ازای فامیلم که مرا کمک کنن. ما در شرایط هستم که ما باید فامیلم مرا کمک کنه، در این عرصه ما یک منابع دارم. یاد ما نره وقتی که ما رزق میکنیم، وقتی خدا به چالش میکشانیم، وقتی که تلاش میکنیم، بیای منابع های خدا فراموش نکنیم. یکی از منابع های ما منابع فامیلی هست. ما میتونیم از منابع خود استفاده کنیم، یعنی استفاده که هم به نفع او باشه هم به نفع من. یعنی کار که در حق من میشه شاید در حق خودم شه، لطف و مرحمت شود. چرا؟ به خاطر که امروز مرا نهایتا کمک کرده، دست مرا گرفته. من سپاسگزاری میکنم از پدر عزیزم که تا امروز را که مگه این صحبت میکنم بار بار احساساتم طرف پدر جانم میره. یادم میاد که زیاد با چالش خودم میکشید، پدر جانم زیاد با ما تلاش میکرد، هر دوی ما رزق میکردیم، بسیار کارها میکردیم، یعنی همیشه وقت به هدف رسیدیم. همیشه تا این روز را گاهی وقت کلمه شکست در زندگی ما وارد نشده، چرا که ما یک منابع بسیار خوب داشتیم. و کسایی هستند که شاید منابع فامیلی نداشته باشند، ولی میدانم که آنقدر قدرت خودشان والاست که میتونن جرأت کنن و نامی از هدف بگیرن و دستی از کسی که هدف دارن بالا کنن. و اگر من امروز نمیتونم به هدف خود برسم، به خاطر اینکه من تلاش نمیکنم، بیا بکشانیم فامیل به چالش بکشانیم، خودم با خود به چالش بکشیم، رزق کنیم، فرصت ها را نادیده نگیریم، شکست ها را نادیده نگیریم، ناامید نشویم. کسایی که ناامید شدن از اونا درس بگیریم، پرسان کنیم، تجربه هاشان پرسان کنیم که اگر خود به این چالش مواجه به این جایگاه که رسیدی از کجا رسیدی. بیای کتابای کسایی که موفق بودن بخوانیم، از ناامیدی کرده موفقا رو بخوانیم، ببینیم کسایی که چگونه به اوج ناامیدی ها بوده ولی یک بارگی به هدف رسیدن. یک گپ هست معمولا دکتر صاحب میگه فلانی دمی خاک لوت میزد، یک دفعگی از زمین بالا خیست که با آسمان ها پرواز کرد. چگونه؟ یعنی به هدف های خود رسید. پس من وقت تا زیادتر نمیگیرم، دکتر صاحبم گفتنی ها دارن، شاید بسیار قار شما آمده باشم این لحظه چون فرصت شما گرفتم دیگه. خواهش میکنم قارم نامده، چون برنامه ادامه داره برای شبهای دیگه، میتونیم صحبت ها را به برنامه بعدی موکول بکنیم. البته حرفای مهمی برای برنامه بعد میمانه، مثلا خود برنامه ریزی برای هدف یا هدف گذاری، و همچنان فقط کوتاه در مورد اهمیت هدف میخواییم بگویم، نظر به وقتی که مانده شاید 3 دقیقه دیگه مانده باشه از برنامه. از جمله فواید هدف ایسته که روی سلامت ما تاثیر گذار است. چطور روی سلامت ما؟ دکتر کوهن امریکایی یک تحقیق انجام داده، بالای 130 هزار مرد و زن
در تحقیق خود یافته های از این نشان میده که کسایی که هدفمند زندگی میکردن، اینا در نزدشان امراض مثل سکته مغزی و حمله قلبی و مرگ و میر زودرس کمتر دیده شده. ولی کسایی که زندگی هدفمند نداشتن، یعنی هدفی برای ادامه زندگی خود نداشتن، نزد از اینا تقریبا 24% بیشتر بوده نسبت به کسایی که هدفمند زندگی کردن. یا یک تحقیق دیگه در 2014 شده بود، بالای 9000 نفر 8.5 سال 9000 نفر که از 65 سال سنشان بالاتر بود، اینا را زیر نظر گرفتن. بعضی از اینایی که هدفمند زندگی میکردن و بعضی دیگهش بدون هدف زندگی میکردن، یعنی در سن 65 سالگی هم هدف چقدر نقش داره ببینین. تا 8.5 سال از جمله کسایی که هدفمند زندگی میکردن 9%شان فوت میکنه، ولی کسایی که هدف برای زندگی نداشتن 29%شان فوت میکنه. تقریبا 20% تفاوت بین زندگی هدفمندانه و زندگی بدون هدف در تحقیق، نتیجه تحقیق به دست آمد. پس این نشان میده که روی سلامت ما چقدر نقش داره، خصوصا بالای امید ما برای آینده زندگی. شما میفهمید که از نظر اسلام پس از شرک ناامیدی بزرگترین گناه محسوب میشه، گناه نابخشودنی. ناامید از رحمتش شیطان بود، ناامیدی از رحمت خدا بزرگترین گناه است پس از شرک. هدف یک فایده ازی است که امید به زندگی میبخشه ما را. اگر شما یک هدف تحصیلی دارین، روی ازو تمرکز میکنین، میگه نه من زنده میمانم تا که به این هدف خود برسم. اگر هدف ورزشی دارین، هدف شغلی دارین، هدف اقتصادی دارین، هر کدومش بالاخره هدف در زندگی مهم است. مهم نیست کوتاه باشه، میان مدت یا طویل مدت، مهم است که باید هدفمند زندگی داشته باشیم. دوستای عزیز، ادامه بحث ما را میمانیم برای شبهای دیگه. البته راه های کوتاه رسیدن به هدف کدام ها هستن و همچنان هدف گذاری چگونه ما هدف گذاری بکنیم که ما هدف خود بتانیم که ارزیابی بکنیم، سنجش بکنیم که ما در کدام قسمت رسیدن به هدف خود یا نزدیک هستیم، دور هستیم به هدف، چگونه هدف گذاری بکنیم، با کی باید مشوره بکنیم در وقت هدف گذاری، و تا ای که بفهمیم وقتی به هدف میرسیم ما رسیدیم. شاید بسیاری اهداف زندگی ما را ما به او برسیم ولی ما نفهمیم که رسیدیم. چرا؟ به خاطر اینکه از قبل ما هدف گذاری نکردیم. بنانم او شادی و خوشی رسیدن به هدف هم برای ما مفهومی نداره. بسیاری از ما شما دانشگاه خواندیم ولی چون از قبل هدف گذاری نکردیم، اصلا شادی از یک بسیار زود گذر است. ولی اگر هدف ست میکردیم از قبل و باز میرسیدیم، شادی از این به مراتب بالاتر بود. متاسفم کار عزیز. دقیقاً دکتر صاحب، در ثانیه‌های آخر برنامه هستیم. شادی های این برنامه خود فردا شب با دوستای ما تجلیل می‌کنیم. تا درود دیگر، بدرود. شبتان خوش. الله یار و مددگارتان.